عزیزان جلال خدا اینجا هست. کلام خدا هم میگه هرگاه دو یا سه نفر در نام من یک جا جمع میشن، حضور من اونجاست. حضور خدا که اونجاست، جلال خدا هست یا نه؟ آمین که هستش. جلال خدا اینجاست عزیزان. حتما نباید یک کلیسای 50,000 نفری 100,000 نفری باشیم. حتما با فیض خدا چنین کلیسایی ما در ایران خواهیم داشت. ایمان دارم ایرانی هایی که منتظر ما هستن توی ایران حقیقتاً چنین رویاهایی دارن. اکثرا از ایران به من زنگ میزنن میگن برادر رسول ما تو رویا میبینیم. من خودمو نمیخوام بگم، کشیشانی که دارن موعظه میکنن و جمعیت هایی که بیش از 100,000 نفر دارن گوش میکنن، گروه های پرستش، عزیزانی که ما که در پرستش هستن آماده باید بشن برای ایران. من نمیدونم چرا شعار نمیدن سرنگون با جمهوری اسلامی. من نمیدونم چرا درباره ایران صحبت نمیکنن. من نمیدونم واعظین و کشیش هایی که فراموش کردن برای ایران اومدن اینجا، مطابق ارمیا 49 اومدن اینجا یاد بگیریم. ما هنوز خدمت نمی کنیم. ما اینجا در جفا نیستیم. هیچ کشیشی اینجا در جفا نیست. جفایی نیستش که کلیسا نصف بشه. جفایی نیستش که غیبت کشیشو میکنن، به کشیش دوز میگن. اینها جفا نیست. جفا این هست که من برم ایران و در اون سرزمینی که حتی بعد از این رژیمم افراد فالانج و متعصب خواهند بود که در برابر من بایستن، اما در نام عیسی مسیح من تو قم کلیسا بنا میکنم، توی شهراب کلیسا بنا میکنم با فیض خداوند. اونجا جفا میاد، اونجا سختی ها میاد، اینجا اینها نیست هنوز عزیزان. گروه های پرستش باید برای ایران آمده بشن. باید همه با هم یک دل بشیم برای سرنگونی این نظامی که نه از طرف خداست، هرگز از طرف خدا نیست. خدای ما خدای محبت، خدای قدوس، هرگز اجازه این همه ظلم و ستم رو نخواهد داد. هرچند ما به خاطر نوع خدمتمون اینک توی حملات هستیم، اما هنوز جفایی شروع نشده. حملات ما این هستش که افرادی هستن زنگ میزنن به خادمین ما، به اعضای کلیسای ما، میگن برای چی تو اون کلیسا هستی؟ بیاید این کلیسا که کشیشش سیاسیه. ارسطو میگه همه انسان ها سیاسی هستن. ما تو تمام امور زندگیمون سیاسی فکر میکنیم، بعد اونجا که باید سیاسی باشیم سیاسی نمیخوایم باشیم. خیلی جالبه، یادمون رفته که ما برای چی اومدیم بیرون هستن هممون. اگه شما به خاطر اینکه نظام اسلامی خوب جایی نبوده اومدی سیاسی هستی، تو سیاسی فکر نمیکنی، من سیاسی فکر نمیکنم، جمهوری اسلامی ما رو سیاسی فکر میکنه. چون میگه کسی که از دین اسلام بیاد بیرون مرتده و خونش مباهه باید کشته بشه. از دیدگاه اونا ما سیاسی هستیم. حالا چرا ما خودمون رو سیاسی نمیدونیم؟ یک سوال بزرگیه. حتما نباید به اندازه رهبران اپوزیسیون ما آگاهی نسبت به سیاست داشته باشیم، اما همون اندکی که به شما اجازه میده رأی بدی یا رأی ندی تو سیاسی هستی، منم سیاسی هستم.